سرخط خبرها. نجار: حرف من را مسخره کردند، ولی زلزله تهران ابعاد بین المللی دارد. رئیس سازمان مدیریت بحران گفت که باید مخازن سوخت کن و شهر ری جا به جا شود. محسن رانانی: روحانی پیش از زمینگیر شدن نقش مافیای سپاه را در ماجرای ارز افشا کند. فائزه هاشمی رفسنجانی خواستار برقراری روابط میان جمهوری اسلامی ایران و اسرائیل شد. لطفاً پیش از تماشای ادامه ویدیو روی دکمه قرمز رنگ سابسکرایب کلیک کنید و عضو کانال آوای ایران شوید. رئیس سازمان مدیریت بحران زلزله احتمالی در تهران را با حادثه‌ای با ابعاد بین‌المللی خواند و گفت که تهران هنوز برای مواجهه با این حادثه آماده نیست. تهران کلان شهری با گسل‌های متعدد است که اگر خدایی نکرده بعضی از این گسل‌ها فعال شوند، متأسفانه طبق مطالعات جایکا کار پیچیده و سخت خواهد شد. اگر زلزله‌ای با قدرت تخریب بالا بیاید، ما در تهران یک حادثه بین‌المللی را شاهد خواهیم بود. اسماعیل نجار در جمع مدیران شهری تهران گفت که همه استانها موظف هستند در صورت وقوع زلزله به کمک تهران بیایند، ولی هنوز مرکزی برای مدیریت متمرکز این بحران در تهران ایجاد نشده است. دستورالعمل ویژه‌ای با کمک سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران و مدیران استانها تهیه و سوی وزیر کشور ابلاغ شد تا بتوانیم ارتباط تنگاتنگی را با مدیران بحران مناطق 22 گانه شهر تهران و مدیران کل 30 استان کشور داشته باشیم. در حال احداث مرکز مدیریت و فرماندهی بحران تهران هستیم، اما مشکلات بودجه‌ای به قوت خودش باقی است. همه قول می‌دهند، اما در عمل سنگ اندازی می‌کنند. ما معتقدیم در این مرکز در زمان وقوع زلزله می‌توان تهران را هم مدیریت کرد، چرا که در زمان بحران دسترسی مناسبی به جاده‌ها، خط آهن، فرودگاه و غیره دارد. در تیر ماه سال گذشته آقای نجار همین سخنان را درباره وضعیت آمادگی تهران برای زلزله احتمالی به زبان آورد و گفت که تنها کمتر از 19% آمادگی برای رویارویی با آن وجود دارد و 25,000 قبر برای این حادثه تهیه شده است. آمادگی تهران برای مقابله با زلزله با وجود همه اقدامات 18.8% است. همچنین این سوال مطرح می شود: در صورتی که زلزله در تهران اتفاق بیفتد، آیا نیروهای امدادی و اورژانسی می توانند از مسیرها و خیابانهای شهری تهران به محل حادثه برسند یا خیر، که کار بسیار سخت و پیچیده است؟ حال او می گوید که سخنان او سبب شده او را مسخره کند. یک جمله گفتم که مورد تمسخر قرار گرفت، اما باز هم می گویم که باید دعا کنیم که حادثه این چنینی در تهران نداشته باشیم. او همچنین خواستار جابجایی مخازن سوخت در کن و شهر ری شد. ماه گذشته و پس از وقوع انفجار در بندر بیروت، برخی از اعضای شورای شهر تهران نسبت به وقوع فاجعه‌ای مشابه بیروت در تهران هشدار دادند و خواستار جابجایی مخازن سوخت در کن شدند. در مقابل، مقام‌های وزارت نفت اعلام کردند که این مخازن از لحاظ ایمنی در وضعیت خوبی قرار دارند. محسن رعنانی، اقتصاددان و استاد دانشگاه اصفهان، از روحانی خواست که نقش مافیای اقتصادی سپاه پاسداران را در ماجرای ارز افشا کند، و الا زیر چرخ دنده‌های فشار سپاه کاملا فلج خواهد شد. محسن رعنانی سپاه پاسداران را متهم کرد که با استفاده از اهرم‌های قدرتمند اقتصادی خود قصد دارد دولت حسن روحانی را زمینگیر کند. او با اشاره به افزایش بی سابقه قیمت دلار در کشور گفت: تمام شواهد نشان می‌دهد که ماجرای ارز یک اقدام کاملا سیاسی است و دست سپاه همان اندازه که در ماجرای دستگیری محیط زیستی‌ها و قتل سید امامی آلوده است، در ماجرای ارز هم آلوده است. رعنانی خطاب به روحانی گفت که اگر کوتاهی کند و به ریشه‌های ماجرای هفته‌های اخیر ارز نپرداخته و واقعیت را به مردم نگوید و نام آن شش تعاونی و سهامداران آن را اعلام نکند، زیر چرخ دنده‌های حوادثی که پیاپی آفریده می‌شود
فلج خواهد شد. به گفته محسن رنانی 60% پول کشور در اختیار سپاه پاسداران، بنیاد مستضعفان، بنیاد تعاون، بنیاد برکت، بنیاد مسکن انقلاب، ستاد اجرایی احکام امام، بنیاد علوی، بنیاد کرامت و آستانه قدس است که در اصل دولت سایه را تشکیل می‌دهند و هر زمان بخواهند می‌توانند از طرق مختلف از جمله از طریق بازار ارز یا طلا یا مسکن اقتصاد ایران را فلج و دولت را بی‌خاصیت و بلا اثر کنند. با این حال در اظهاراتی جداگانه حسن روحانی از منتقدانش در قدرت و ایبسا از رئیس مجلس شورای اسلامی محمد باقر قالیباف خواست که از سیاه نمایی علیه دولت دست کم تا پایان دوره بحران کرونا دست بردارند. او گفت دست کم تا پایان کرونا دست نگه داریم و سیاه نمایی را ادامه ندهیم و تخریب دولت را تعطیل کنیم. هرچه اختلاف بیشتر شود دشمن امیدوارتر می شود. روحانی خطاب به منتقدانش یادآور شد همه ما که در این کشور هستیم سرنوشت مشترکی داریم. به گفته او آنهایی که در خارج از کشور ضد انقلاب هستند حسابشان جداست، اما همه ما در داخل کشور سرنوشت واحد داریم و وظیفه داریم واقعیت‌ها را برای مردم بگوییم. وی با اشاره به اظهارات منتقدانش از جمله رئیس مجلس درباره کاهش ارزش پول ملی بیهن گفت که کاری از دست هیچ کس ساخته نیست. او گفت در قبال کاهش ارزش ریال بانک مرکزی چه کند؟ شما بگویید که جز برنامه‌های فعلی چه کاری از دست بانک مرکزی برمی‌آید؟ روحانی تصریح کرد که نمی‌تواند درباره برخی مسائل که باعث سوء استفاده دشمنان می‌شود صحبت کند، اما نباید کارهایی را که دولت کرده نادیده گرفت. روحانی از کارشناسان امور اقتصادی خواست که درباره آمارهای افتخارآمیز دولت صحبت کنند. در روزهای گذشته محمد باقر قالیباف که از نظر مدافعان روحانی خود را برای انتخابات آینده ریاست جمهوری آماده می کند گفت که کنترل امور و اقتصاد از دست دولت روحانی خارج شده و باید مجلس را به عنوان ستاد اصلی مسئول اداره کشور کرد. چند هفته پس از عادی سازی رابطه میان اسرائیل و دو کشور عربی حاشیه خلیج فارس، فائزه هاشمی، دختر اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس پیشین جمهوری اسلامی ایران، با تاکید بر اینکه اسرائیل مشتاق عادی سازی روابط خود با کشورهای مسلمان است، خواستار به رسمیت شناخته شدن اسرائیل از سوی تهران و برقراری روابط میان جمهوری اسلامی ایران و اسرائیل شد. فائزه هاشمی در گفتگو با روزنامه آرمان ملی گفت: وقتی تاریخ را مرور می‌کنیم مشاهده می‌شود که اسرائیل از سال 1348 در سازمان ملل به عنوان یک کشور شناسایی شد. عرب و یهودی‌ها در این سرزمین سکونت دارند. در طول تاریخ کشورهای تجزیه و با هم ادغام شدند. با جنگ یا صلح تغییرات زیادی در طول تاریخ رخ داده است. بحرین از ایران جدا شد. شوروی به 15 جمهوری تبدیل شد. ادغام دو آلمان و تجزیه دو کره. روسیه هم شبه جزیره کریمی را گرفت و از این مثال‌ها زیاد است. از سوی دیگر باید در عرصه جهانی بروز باشیم و تصمیماتی را بگیریم که با منافع ما سازگار باشد. حمایت از مسلمانان فلسطینی کار با ارزشی است. فلسطینیان مسلمان هستند و این کشور سرزمین مقدس مسلمانان است. کشته شدن و آزار دیدن مسلمانان بد است که قطعاً بد است. بعد از بهار عربی یا بیداری اسلامی در سوریه بیش از 500,000 مسلمان کشته شدند و چندین میلیون آواره. مسلمان با مسلمان فرق دارد. چین مصائبی را بر سر مسلمانان اویغور می آورد. آنها را وارد اردوگاه های کار اجباری کرده و فرزندانشان را از خانواده جدا می کند. مسلمانان چچن در روسیه چه وضعیتی دارند؟ با چین و روسیه در ارتباط بسیار نزدیک هستیم و به این کشورها امتیاز هم می دهیم. او ادامه داد: مگر ما با چین که کشوری کمونیست است رابطه نداریم، یا با شوروی که کشوری کمونیست بود ارتباط نداشتیم؟ ونزوئلا یک کشور چپ است، مگر ما از منظر ایدئولوژیک با ونزوئلا تفاوت داریم؟ کوبا یا کره شمالی نیز کشورهای کمونیستی هستند،
در حال حاضر برخی دوستان ما کشورهای کمونیستی هم هستند. اگر موضوع ایدئولوژی را هم در این مسائل قوی بدانیم، پس این روابط چگونه قابل تحلیل است؟ او با اشاره به تناقض‌های جمهوری اسلامی در ارتباط با مواضعش درباره اسرائیل گفت: به عنوان نمونه، ورزشکاران ایرانی با رژیم صهیونیستی مبارزه نمی‌کنند، ولی ورزشکاران کشورهای عربی با آنها بازی می‌کنند. گویی ما بیشتر حساسیت داریم. در مورد عادی‌سازی روابط نیز آنچنان که ما عکس العمل نشان دادیم، آنها واکنش نشان ندادند. فائزه هاشمی گفت که بعد از توافق امارات و اسرائیل، قطر بین حماس و اسرائیل میانجیگری کرد و آن دو با هم توافقاتی داشتند. او رابطه با اسرائیل را به حفظ نظام مربوط دانست و گفت: نگاه ما باید این گونه باشد که هدفمان حفظ منافع ملی و حقوق مردم و منابع ملی باشد. در یک جمله، حفظ نظام اوجب واجبات است و حفظ اهداف هم واجبات است. باید همه موضوعات بر اساس منابع و منافع ملی و حقوق مردم بروز شود.